محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن با ما همراه هستند. آقای قائدی، حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها نه تنها بازدارنده نبوده که حتی حوثی‌ها در اقدام تازه به کشتی‌هایی با پرچم‌های کشورهای اروپایی حمله می‌کنند. به نظر نمی‌رسه که حوثی‌ها قصد توقف این حملات رو داشته باشند. چطور می‌بینید این حملات رو؟ وقتی شما و مخاطبین برنامه بخیر، درست میگید، حوثی‌ها کاملا از این وضعیت خوشنود هستن. انصارالله افتخار میکنه که داره مستقیما با آمریکا میجنگه و نکته اینجاست که در مقابل دشمن دیرینشون عربستان سعودی الان این روایت‌ها رو دارن تقویت میکنن به عنوان بخشی از دستگاه تبلیغاتیشون. اگر که به رسانه‌های اجتماعی حوثی‌ها نگاه کنیم که عربستان رو به عنوان یک کشوری که بالاخره حقوق فلسطینیان رو رها کرده و حوثی‌ها دارن از آرمان ملت فلسطین دفاع می‌کنن معرفی می‌کنه، بنابراین در بازی سیاست داخلی حوثی‌ها دارن از این وضعیت بیشترین بهره برداری رو می‌کنن. در جهان عرب محبوبیتشون بالا رفته، به عنوان یک بازیگر بین‌المللی دارن شناخته میشن و زمانی هم که نیروهای حوثی توسط آمریکایی‌ها کشته شدن، چند صد هزار نفر از مردم یمن رو به خیابون‌ها آوردن و بنابراین این وضعیت برای اونها بسیار خوشنود کننده است. اما دو نکته رو در واقع باید بهش توجه کرد. نکته اول این که یمن یک کشوریه که 33 میلیون جمعیت داره، 22 میلیون از این جمعیت وابسته به کمک‌های قضایی سازمان‌های مثل سازمان ملل و سازمان‌های دیگه خیریه است. یک بخش بزرگی از در واقع اینها رو آمریکایی‌ها دارن فراهم می‌کنن و در واقع مردم یمن که حوثی‌ها این حملات رو ازش انجام میدن برای قوت روزانه‌شون نیاز به کمک‌های آمریکایی‌ها دارن و البته که آمریکا با توجه به این محدودیت تحت دولت آقای بایدن، یمن رو و انصارالله رو در لیست FTO، لیست سازمان های تروریستی خارجی قرار نداده و در یک لیست پایین‌تر قرار داده که این کمک‌ها متوقف نشن. و نکته دوم این که ممکنه که در کوتاه مدت این خوشنودی انصارالله رو در بر داره، اما در بلند مدت کشورها به سراغ جایگزین‌هایی میرن از این مسیرهای دریایی. مثلا یک جایگزینی که ترکیه داره به سرعت روش کار می‌کنه، مسیر در واقع رسوندن کالاها از شرق و جنوب آسیا از طریق خلیج فارس از عراق و خط ریلیه که ترکیه رو به مدیترانه وصل میکنه. بنابراین این در بلند مدت میتونه منافع یمن رو در واقع تحت تاثیر قرار بده. جمهوری خواهان از رویکرد دولت بایدن نسبت به حوثی‌ها انتقاد میکنند، میگن جو بایدن از مقابله با منشأ حمله های حوثی‌ها یعنی ایران خودداری میکنه. چقدر مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی حوثی‌ها رو در حمله های مکرر به کشتی‌ها جسورتر و تهاجمی‌تر کرده؟ خب سیاست آمریکا در قبال این موضوع یک بخشی از سیاست بزرگتر آمریکا در قبال خاورمیانه و غرب آسیاست. تصویر بزرگتر اینه که برای نه تنها دموکرات‌ها بلکه حتی جمهوری خواهان دیگه خلیج فارس و خاورمیانه اون اهمیتی که سابق به جهت نفت داشت رو نداره. الان اولویت در واقع موضوع چین هست، در درجه دوم روسیه قرار داره. بنابراین تلاش میکنن که این موضوع در واقع جنگ غزه، موضوع دریای سرخ به یک تنش بزرگتر بین المللی که نیروهای آمریکایی رو درگیر کنه، ازشون تلفات بگیره، منابعشون رو در اینجا تلف کنه، بنابراین چین رو تقویت کنه به سمت اینکه بره به سمت مثلا حمله به تایوان. تلاش میکنن که این اتفاق نیفته. در همین راستاست که مثلا این همه هیئت‌های دیپلماتیک آمریکایی دارن سعی میکنن که جنگ غزه تمام بشه، چون فکر میکنن که با اتمام اون جنگ در واقع حوثی‌ها این حملات رو متوقف خواهند کرد، یا دارن تلاش میکنن که این جنگ به لبنان کشیده نشه، به نقاط بیشتر خاورمیانه کشیده نشه. البته که یک در واقع قرارداد نانوشته بین آمریکایی‌ها و ایران در جریانه و اون قرارداد هم اینه که حوثی‌ها از طرف ایران تلاش میکنن که نیروهای آمریکایی رو به شکل مستقیم تلفات ازشون نگیرن و کشتی‌های آمریکایی رو ضربات کاری بهش نزنن که قرار باشه که در واقع در مقابل ایران تلافی انجام بده آمریکایی‌ها. سپاسگزارم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن بود.